بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الله القادر العليم. روز بحث کنترل رو ادامه میدیم. امیدوار هستم که بتونیم بخشای خوبی رو در خدمتون پیام بکنیم. جلسه قبل دو تا موضوع مهم رو بیان کردیم که اگر خلاصش رو بخوام بگیم، اولی استراکچر و ساختار یا توپولوژی کنترل بود که 4 تا توپولوژی مختلف بیان شد و ما قرار شد که به دو تا اونها کار بکنیم که عملا استراکچر تاسک کنترل فعلا کار میکنیم. فرض کردیم که ما فیدبکی از موقعیت نهایی مووینگ پلتفرم رو به شکل خوبی داریم، بنابراین ایکس رو داریم و در امروز در واقع بیشتر رو صحبتمون دو طریق کنترلر هست که انواع مختلفی که اینجا قابل پیاده سازی هست. این کنترلر رنچی رو به ما میده توی فضای تاسک. ما با توجه به که عملگرامون تو فضای جوینت هستن، یه المان فورس دیستریبیوشن یا ریداندنسی رزولوشن هم داریم که عملا از جاکوبیان یا جاکوبیان ترانسپوز باید استفاده کنه و مشتقات اون و ملاحظاتی که اینجا هست که از روی افتار رو به ما بده و با حضور دیستربنس روبات انتظارمون اینه که تراجکتوری مطلوبی که مد نظرمون هست توی تسک سپیس رو بتونیم اجرا بکنیم. با توجه به این ساختار ما ابتدا ساده ترین نوع پیدی کنترل رو بیان کردیم. اینکه یک کنترلر داشته باشیم، حالا با توجه به اینکه چند متغیر هست و سیستم مالتی وریبل و نان لینیر هست، فعلا نان لینیرش رو توجه نکنیم، یک کنترلر خطی بذاریم و این کنترلر خطی به صورت دایگونالی روی گین ها مبسته به کیدی رو به اصطلاح به صورت دیسنترالایز رو تک تک المان های ایکسمون بتونیم این کار رو انجام بدیم. که با توجه به این داستانی که عرض کردیم، فکر کنم بله باید برگردم، با توجه به این داستانی که صحبت کردیم روی ایکس، اگر 6 تا کمپوننت داشته باشه در حالت کلی که اینا ما هم 6 تا کمپوننتی هم حال بود و هیچ دینامیک سیستم مدل دینامیکی و اینها رو استفاده نمی کنیم و باید تیون بکنیم. ساختار کنترلر خیلی ساده است ولی تنظیم گینا خیلی سخت خواهد بود و با توجه به اینکه هم ما معادلات دینامیکمون هم غیر خطی هست و هم کانفیگوریشن دیپندنت، یعنی جای مختلفی که ربات حرکت میکنه، این کار سختی هست. گینا اممون تغییر میکنه، معادلات تغییر میکنن و گینامون ممکن توی یه موقعیت ما بتونیم خوب اون رو در واقع ترک بکنیم و به دست بریم و در موقعیت دیگه ممکنه به این ترتیب قابل استفاده نباشه. خب اومدیم با توجه به این ساختا اولین اصلاح رو انجام میدیم که ما بتونیم عملاً هم تیونینگ بهتر داشته باشیم، هم انتظار داشته باشیم که اچ پدی کاری که اینجا دفعه کردیم به شروع حذف بکنیم. این کار در دو مرحله انجام میشه. مرحله ساده از فید فوروارد استفاده میکنیم، مرحله بعدش که بعدی خواهد بود از فیدبک استفاده میکنیم. یه فید فورورد ساختاری که میبندیم عملا این شکلی هستش که اینجا ملاحظه میکنید. اجازه بدید اول اون شکل کمی صحبت کنیم و بعد معادلات رو بنویسیم. همون ساختار پیدی قبلی که داشتیم سر جای خودش هست. یه ترم فید فورورد به سیستم اضافه میشه و این ترم فید فورورد از معادلات دینامیکی ربات استفاده میکنه، یعنی mx.c.x.g. ولی فرضمون این هستش که ایکس رو نمیخوایم داشته باشیم، چون فید فوروارد فیدبک نیست، نمیتونیم ایکس رو توی این معادل استفاده کنیم. به جای ایکس، ایکس دیزایرد رو بذاریم. اگه هدف این باشه که ایکس و ایکس دیزایرد نزدیک هم باشن و ربات خوب کار کنه، پایدار باشه، کنترل گینامون مناسب باشه، میتونیم در واقع چیکار کنیم؟ مستقیما از ساختار در واقع به جای x از x دبل دات، به جای x از x دی استفاده بکنیم، به جای x دات از x دات دی استفاده بکنیم. و این مقادیر مقادیری هستند که معمولا توسط تراجکتوری پلنر ما و
به ما داده میشن، یعنی ما اینا رو از قبل میدونیم، میدونیم رباتمون چه حرکتی رو میخواد بکنه و با تجربه که اینجا وجود داره این معادلات در میاد. علاوه بر اون از MOC و G استفاده شده، اما MOC و G واقعی ربات رو که ما مطمئنن 100% نمیدونیم. فرض کردیم به جای MM هات، C هات و G هات رو داره. اینجا توجه کنید که منظور این هستش که هم ساختار ربات رو میدونیم، یعنی یه بار مدل دینامیکی در اومده، تمام MOC و G به دست اومده، و هم پارامترهای ربات رو میدونیم. ما روی این مدل دینامیکی AI داشتیم، BI داشتیم، تول ها رو داشتیم، LI ها رو داشتیم، و اینا رو با استفاده از مثلا نقشه CAD ممکنه مقادیر نامی اینها رو بتونیم داشته باشیم، ولی با مقادیر دقیقش اگه بخوایم داشته باشیم لازم هستش که روش‌های آیدنتیفیکیشن یا کالیبریشن رو انجام بدیم تا این معادلات در واقع به شکل مناسبی استخراج بشه. با توجه به این ساختار من همچین معادلی رو اضافه می‌کنم، برای این فیل فور با رنج رو اضافه می‌کنم. رنج به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو فضای تست هستیم و همه چی شیش بعدی هست در حالت کلی، و این معادلات شیش بعدی بر اساس معادلات دینامیکی رباتمون که معادلات شیش بعدی بوده در واقع استخراج میشه و نوشته میشه. با توجه به این ساختار فید فورواردمون، بنابراین ترجمه کنید M hat X داد به اضافه C hat X داد به اضافه G hat X نوشته میشه. خب حالا این چه تأثیری داره؟ برای اینکه رو ببینیم میایم تحلیل دینامیکی میکنیم توی سیستم، میام میگم که خب کنترلر ما سیستم ما بود M X دابل داد به اضافه C X دابل داد G X داد پاسه با F به اضافه F دیزایر بودیم، معادله دینامیکی مون بود، یه F دیستربنسی داریم که توی سیستم وارد میشده و بقیهش هم یه F داشتیم که از معادلات واقعی دینامیکی استفاده میشد. حالا ما این F واقعی رو اومدیم از دو تا ترم ساختیم، این F رو از F فیدبک به اضافه F PD ساختیم. F PD مون که قبلا به این دو تا ترم وجود داشت، اف فیدبکمون این سه تا ترم رو توی معادلات اضافه میکنه و این معادلات به این شکل قابل نمایش هست. F رو به شکل F رو بیزاره F بیزاره تبدیل کردیم و این F رو جایگذاری کردیم F PD به اضافه F فید فوروارد که تا به حال ملاحظه میکنید که به این ترتیب دهد. خب حالا این معادلات ببینیم چه خصوصیاتی رو به ما میده، یه فرضیاتی رو انجام میده. فرض میکنیم مدل دینامیکی که داریم مدل خوبی باشه و همچنین فرض میکنیم که X ما نه X دیزاره نزدیک X دیزاره باشه، یعنی ما سیستممون خوب داره عمل میکنه، گینامون خوب تنظیم شده. خب مسلما از پی دی معمول اینجا بهتر میتونیم کار بکنیم. با این فرض عملا دو تا فرض ساده کننده داریم، فرض کنیم که حتی و مصطفى ام سی حتی و مصطفى سی جی حتی و مصطفى جیه، یعنی در واقع مدل ها خوب در آوردیم، ویریفای کردیم، کار رو فشل خاطر بکردیم. از اون طرف هم فرض کنم که ایکس دیزایر دمونم نزدیک ایکسه و این ترتیب ایکس دوتمون هم نزدیک ایکس دیزایر دوته و این ترتیب اگر این کار رو انجام بدیم شما نگاه میکنید این طرف معادله هم سمید داسته ایکس دیزایر جی ایکس داریم، این طرف معادله سی هت ایکس دیزایر دوته جی هت داریم. خب اگر جی و جی هت برابر باشه این ترم میره، اگه سی و ایکس دات هم با این برابر باشه این ترم هم این ترم هست. عملا یه ترمای غیر خطی مفصلی که توی معادلات وجود داشته یادتون باشه این ترم ها بوده، اینا حذف شده از معادلاتمون. البته اینو حذف نمیکنه هنوز، چون x دابل داد ممکنه با x داد هنوز یکی نباشه. ما اینو فرض نکردیم، فرض کردیم x x دادمون یکیه، ولی این ممکنه با هم یکی نباشه و این دوتا در واقع یه جوری همدیگر رو ساده میکنه. اگه بقیه ترمایی که حذف نشده رو بیاریم این طرف معادله، اما از سه تا ترم اینجا میمونه، یه امم اینجا میمونه بیارم این طرف معادله، معادله هم به این فرم نوشته میشه. این معادله خب کادی ایکس داد داشتیم، کاپی ای ایکس رو داشتیم، اینجا ام هت ایکس دبل داد دیزایر داریم بیاریم این طرف، یعنی این معادلات رو اینا رو آوردیم این طرف، این دو تا ترم هست شده بود، ام رو آوردیم این طرف به این شکل، ام ای ایکس داد به دست میاد.
و معادلات حلق بسته ما یه معادله خواهد بود که کاملا مرتبه دوم خواهد بود بر اساس خطای معادلات KP, KD و F desired. خب این داره چی میگه؟ این داره میگه که ما معادلات غیر خطی ربات و توسط این ساختار تبدیل کردیم به یه معادلات عملاً تقریبا خطی و خطی مالتی وریبل نه خطی سینگل وریبل. و درجه دو، درجه دو چرا خوب؟ چون ما تو کنترل خطی میدونیم با پی دی ما تنظیم برای پی دی میتونیم هم تنظیم در خوبی داشته باشیم هم محل خطفایی که مناسبی در واقع تنظیم بکنیم که این محل مناسب بتونه در واقع تنظیم خوب به ما بده و همچنین خطای ماندگار ما رو به سمت صفر میل بکنه. البته اگر دیستربنسی وجود داشته باشه و این دیستربنس عملا نان ونشین باشه، مثل پله باشه، معادلش صفر نشه، خب خطای ماندگار به سیستم وجود میاد. ولی اگر این هم صفر بشه، در واقع خطای ماندگار سیستم برای یه سیستم دسته دو یه پولتی پله بهش بدید، خطای ماندگار صفر خواهد. البته برای اینکه اینو بهترش کنیم یه ترم آیم میتونید اضافه کنید. همیشه ما پی آ پی دی رو میتونیم به پی آی دی انجام بدیم. ما ساده ترین حالت رو اینجا بیان کردیم. این کنترلر خیلی بهتر از کنترلر قبلی هست به خاطر اینکه اون حالت‌های اینتراکشن بین ترم‌های غیر خطی، به خصوص اینتراکشنی که تو ربات‌های موازی زیاد و هم تاثیر داره رو کم بود. ولی هنوز حالت ایدئال نیست. چه حالت ایدئال نیست؟ چه مشکلاتی این داره؟ بیدونی که بهتون بکر اینو عملا توی پروژهتون خیلی داره حتما استفاده خواهید کرده خواهید دید. یکی گیدی که ما گیدی کنترلری که اگر بدون فید فرما تراری میکردیم خیلی سخت بود. هر کانفیگوریشن اگه در وقت تنظیم میکردیم تو کانفیگوریشن دیگه ممکن بود کار نکنه. ولی اینجا در واقع یه جورایی با حذف ترم سی و جی توی معادلات و به دست آوردن معادلات به صورت معادله درجه دو توی سیستم تنظیم پی دی کنترلرمون تقریبا خوب. اگه یه جای اینو تنظیم بکنیم جاهای دیگه کمتر تاثیر داره. البته هنوز این ماتریس ام دیزایر نیست، هنوز ام کانفیگوریشن دیپندنت، خود ام تابعی از ایکس و این نمیشه گفت 100% تو همه جا شبیه همه، ولی خیلی خیلی کاپلینگش کمتر از حالت قبل شده. خب این مشکلاتی که داره، شاید مهمترین مشکلش فرضیاتی که ما اینجا کردیم که x مساوی با x داد باشه، x هات باشه، c مساوی با c هات باشه، x دیزایرد مساوی با x باشه و غیره، که اینا در عمل اتفاق نمیفته و این باعث خواهد شد که متاسفانه مثلا جی اگر دقیقا مثل با جی حت باشه، خب ما دیگه استاتیک ارور نداریم، استیت ارورمون صفر میشه. ولی واقعا اگه جور نباشه 10% هم اختلاف داشته باشه، به اندازه اون 10% ما خطا توی معادلات ما خواهیم داشت و به اصطلاحی رو به این شکل خواهیم دید. این که برمیام کاری که میکنم و تغییری که توی سیستم خواهم داد این خواهد بود که یه جورای این حساسیت نسبت به این فید فوروارد ها رو ببندم و میام میرسم به بسپلا روش سرگون که به عنوان این رسایلن کنترل از اونها میبنید. این رسایلن کنترل عملا شاید بشه گفتش که مهمترین پایه ترین روشی باشه که ما توی کنترل باز حاضر باشه کنیم. این ساختار چی هست؟ من دیگه وارد ساختار میشه چیز بریدی که به لحاظ ادبیات کنترلی با این صحبت بکنیم. این مسئله نمی کنترل رو اگر تو جامعه کنترل بخوام صحبت بکنیم ازش، بهش میگن در واقع فیدبک ریلیزیبل یا فیدبک ریلیزیشن کنترل، یعنی کنترل خطی ساز خواهد بود. اگر تو جامعه ربات های به اصطلاح سری باش کار بکنه بهش میگن کامپیوتر تورک کنترل یا سی تی کنترل، در واقع کامپیوتر تورک سی تی سی یا سی تی کنترل در واقع توی این خواسته خواهد شد. ذات قضیه چجوری هست؟ یعنی به یه شکلی ما میخوایم واقعا ترم های غیر خطی رو
حذف بکنیم، در واقع خطی سازی بکنیم، همون روشی که دیدیم کنترل غیر خطی به صورت مشابه دیده شده و کاملا اینجا قابل بیان هست. اما از اون طرف هم توجه بکنید که این ساختاری که ما اینجا داریم یه ساختار به اصطلاح غیر خطی هست و ما لازم هستش که این مسائل غیر خطی رو توی این ببینیم. به لحاظ کنترل سری به این میگن کامپیوتر کنترل، ولی در ادبیات روباتیک جامع IDC یا Inverse Dynamic Control برای سیستم ساخته شده و فارغ از اینکه چه اسمی از این استفاده کنیم، معلومه که اینجا داره ذاتش، من از IDC استفاده میکنم به خاطر که نشان دهنده استفاده از Inverse Dynamic هست، مطابق همون تعریفی که ما توی مسائل داشتیم. Inverse Dynamic که گفته که چکار کنیم، Forward Dynamic که گفته که چکار بودش که این حرکت رو میده، این خواهد داده ذات فیدبکی هست که ما از خود ایکس و ایکس دات استفاده میکنیم، نه ایکس دیزایر، نمیم از ایکس دیزایر رو اینجا جای گذاری بکنیم. برای رفتار سیستممون یه رفتار کاملا مشخص و معینی خواهد بود و احتیاجی به این فرضی که ایکس با ایکس دیزایر یکی باشه نداریم. از اون طرف دو تا ترم اینجا در واقع، یا بگیم به شکلی سه تا ترم اینجا اضافه شده که دو تاش در قالب هم خواهد بود و یکیش جداگانه هست که من اینجا میبینم. این همون ساختار قبلیمون هست، این پاور رباتمونه، این هم فورس استیبیوشنمونه، همون ساختار قبلی که من کمی جمع جور ترش کردم نوشتم. فید فوروردمون یه بخشی داره که میاد CXX دات به اضافه GX رو میداد در واقع فیدبک میکنه، از ایکس استفاده میکنه، خیلی شبیه فید فوروارد هست اما فیدبک یعنی از خود ایکس استفاده میکنه. یه ایکس دبل دات دیزایرد رو هم تو فوروارد پت اضافه میکنیم، اینم خیلی کار سخت نیست چون واقعا ایکس رو داریم، ایکس دبل دات داریم و ام هت رو هم تو فید فوروارد اضافه خواهیم کرد. اگر این ساختار کنترلی رو من اینجا اگر اجازه بدید برم جلو اینو داشته باشم که ازش استفاده بکنم، این ساختار کنترلی رو اگه در واقع در نظر بگیریم، اگه این ساختار رو در نظر بگیریم ببینیم معادلات دینامیکیمون به چه ترتیبی خواهد بود و چه تأثیر شگرفی توی معادلاتمون اینجا قرار خواهد داد. اینجا اگه ملاحظه بکنید Fمون از دو تیکه ساخته شده، به فید ببینید اینجا نگاه کنید، این Fی که اینجا هست از دو بخش ساخته شده، یکی امهت X در A، چیزی که من اینجا اسمشو میذارم اینجا جنس شتابه چون X دبل داد داره میاد با یه ترمی جمع میشه، اسمش بوشتم A برای سادگی، امهت در A به اضافه F فیدبک، این دوتا رو می نویسم و بعد جدا جدا به دست میارم. من اینجا نوشتم M حد در A، A شبیه شتاب هست، ترم اکسلریشن هست، به اضافه ترم های فیدبک مینیمیزیشن ما که این دوتا ترم بود توی معادلات ملاحظه میکنید، دوتا ترم توی معادلات وارد میشه. و خب حالا A چیه؟ اگر A رو بخوایم بسازیم، اینجا A X دبل دات دیزایر داره جمع میشه با همون ترم پیدیمون، ترم کاپی ایکس به اضافه کادی به دست میاد. من در این حال هر چند وقت یه بار برمیگردم که صفحه شما رو ببینم، اگر سوالی باقی مونده بود به من خواهش میکنم پیام بدید که من بتونم سوال رو جواب بدم. برای در آب اضافه فیدبک میزیشن هست، ترم فیدبک میزیشن ما خیلی ساده این دوتا ترم بود و این هم آمون خواهد بود که آمون چیه؟ آمون نیست دبل داده دیزایر بود به اضافه ترمان پی بی که ما داشتیم که روی خطا بسته می شد، روی ایه ایکس رو بسته می شد.
خب حالا این معادله رو من باید بیام تو معادله اصلی ربات وارد بکنم. اگه من بیام تو معادله حلقه بستر بخوام بنویسم و بعد ببینم آیا این سیستم پایدار چه اتفاقی افتاده، معادلات هم به چه شکلی شده، آیا باید به معادلات درجه دو رسیدیم یا غیره، من میام این معادله اصلی ربات رو میزنم. اینجا اما همه واقعی فرض کردیم ام ایکس لبل تا سی ایکس تا بزاف جیگ، ما مدل واقعی رباتمون که میبینیم به این فرم نوشته شده مثلا با اف به اضافه اف دیزایر خواهد بود. و اینجا میبینیم که چقدر معادلات لاگرانژ به ما کمک میکنه، چرا که ما در واقع برای هر رباتی میتونیم کریستوفل رو دراریم، برای هر رباتی میتونیم جی رو دراریم. بنابراین لازم نیست من اینجا وقتی که میام روش های کنترلی رو میگم دو نگونه برای ربات بگم، من برای همه شون میتونم بیان کنم و توی مثال های مختلف کافی ام و سی و جی رو مستقلا به دست بیارم. اما فید فوروارد مفید این فیدبک میوزیشنمون چی خواهد بود یا آیدیسیمون چی خواهد بود؟ اف دی سر جای خودش هست، افمون بود ام ضرب در آب اضافه ترم های فیدبک میوزیشن، به جای آ هم مقدارش رو قرار میدیم این ترم. حالا اینجا فرض میکنیم که ببینیم برای که این مدل ساده کنیم، معادلات واقعیمون اینه و سی با سی حد جی با جی حد با هم برابر نیست، ممکنه یک کمی خطا داشته باشه، اینا رو ما دقیقا توی حالت بعدی بررسی میکنیم و ملاحظه میکنیم. اما اگر ملاحظه بکنید فرض بکنیم، ابتدا فرض کنیم که ما در واقع سی و سی حدمون یکیه، جی و جی حدمون یکیه، یعنی این ترم ها دیگه فرض نکردیم ایکسمون با ایکس دیزایر یکیه، ایکس ممکن نوساناتی داشته باشه و ما داریم اینو دقیقا فیدبک میکنیم، اما این ترم های غیر خطی سیستم در واقع قابل حذف شدن هستن. از اون طرف این معادله اینم میاریم این طرف معادله مثل قبل و در واقع اینجا ساده میکنیم. اینجا جالبه که ام از ساختار میاد بیرون. اگر شما ام رو اینجوری توی لوب قرار بدید، اینجا نذارید، بیاید اینجا توی لوب قرار بدید، توی فید فوروارد قرار بدید، میبینید تو معادله چقدر اثر جالبی داره، میبینیم که این چقدر مهمه. بنابراین میشه ام حت میاد بیرون معادله خطا بر حسب ای ایکس دبل دات به ازو کادی ایکس به اضافه کافی ایکس به اضافه افدی خواهد بود. این کاملا معادله مالتی وریبل رسته دو برای سیستم های هستش که کاملا خطی سازی شده، مالتی وریبل هست ولی خطی سازی شده و اگر با حضور اختشاش هست که ما میدونیم کنترلر پی دی اثر اختشاش رو هم میتونه، نمیگم حذف بکنه، کم بکنه. اگر اختشاشمون صفر باشه یا حالت ماندگارش صفر بشه، یعنی ترانزیتی داشته باشه مثل پله نباشه که معمولا نوع اختشاش از این جنس هستن، اگر این به در ادامه صفر بشه، اون معادله باید صفر بشه. که این معادله صفر بشه با تجربه که میدونیم ام ما و ام حت ما هم در واقع پوزیتیو دفینیت هستن و مثبت معین هستن، هیچ جا صفر نمیشه، یعنی این معادله باید صفر بشه. این معادله دیگه هیچ ربطی به پارامترهای دینامیک سیستم نداره، یعنی میگه برای هر ربات با هر ام و سی و جی شما میتونید یه پی دی کنترلری براش طراحی بکنید. پی دی رو اگر درست طراحی بکنید، مثلا زتا رو بگیرید 707، میتونید با یه ترانزینت خیلی خوب با یه اوورشوت مینیمم داره خطای ماندگارتون هم صفر باشه. البته اگر اف دیزایرتون اف دی یا اف دیستربنستون صفر نشود، به همون اثر اون اندازه لازم روی این اثر میذاره و اما اگر این مقدار ماندگاری صفر باشه، باز این پی دی کنترل میتونه ترک میرور رو صفر بکنه. بنابراین استاتیک ارور رو ما به شکل خیلی خوبی اگر فرض کنیم جی با جی حد برابره، اینجا میتونیم حذف بکنیم. اگر نباشه توجه کنید که این ترم‌ها به صورت دیستربنس باز توی این معادله قابل بیان هست، قابل دیدن هستن. اگر ما اممون مصرف باشیم خطای اینجا میشه، البته یه منایی که من اینجا ضرب کردم چون ام اینجا از پوزیتیو دفینیته، باز معادله خطامون یه همچین چیزی داره، نه تنها ترم اف وجود داره، این خطا هم توش دیده میشه که توی این خطا این خطای جی خیلی مهمه. این خطای سی سی حد عملا ترم های کوریلیوس و سانتریفیوژن اینها به شتاب ها بستگی داره، بنابراین خیلی ترم های ماندگارمون نیستن، اما این ترم ماندگاری هست. این ترم مهمه، ممکنه اثر داشته باشه، جی و ام برای مهمه که حالا روش این مقدار کار میکنیم. اما باز اینم میشه معادل خطایی دید که یه اختشاشی رو داره و باز این کنترل پی دی میتونه این
ارتشاش رو در حدی که کنترل خطی میتونه این کار انجام بده سمت صفر میده. ولی خب به خوبی حالتی که ام با ام حد برابر باشه نخواهد. اینجا ما در واقع این میشه اینورس داینامیکمون و اجازه بدید یه مقدار روش گفتگو کنیم ببینیم که چه ویژگی هایی داره و بعد استپ بعدی رو روی معادلات وارد بشیم و کار بکنیم. اینی که داره در واقع ما به اصطلاح اینجا میتونیم ببینیم این خیلی خیلی پاپیولاره. بهتر بگم که این پایه کار ما میشه. من یه سوالی دارید مثل علی با یه سوالی داره. پس ما یه ربات موازی داره و دینامیک هم نداریم. با استفاده از شناسایی سیستم میشه ماتریس‌های M و C و G رو شناسایی کرد و IBC رو پس. نه. در واقع ببینید دو جور روش شناسایی داریم. یا پارامتر آیدنتیفیکیشن داریم یا کلن روش های کلی که مثلا بلک باکس آیدنتیفیکیشن هست که کل استراکچر در مثلا فرق رو کنید که چون شبیه هستن بذارید که داریم معادلات دینامیکی رو شناسایی. اون وقتی که معادله اموسی و جی ندارید از اون شبکه اثری میتونید اینجا استفاده بکنید. یا مثلا فرض کنید معادلات رو فرض به نارسپن بسید یا از معادلات اگر به این شکل این رو هم میتونید جای گذاری کنید. این ادبیات که ما اینجا استفاده میکنیم با حالتی که ما پرامتر ایدنتیفیکیشن یعنی اموسی و جی رو داشته باشیم معادلات رو داشته باشیم اما پارامترهای رو توسط کالیبریشن انجام بدیم. سوال خوبیه. ایده قابل استفاده است. یعنی شما مثلا فرض کنید مثلا حالا یه جور دیگه من بیان بکنم شاید بهتر باشه. فرض کنید نتونستید معادله به اصطلاح اکسپلیسیت رو در آورید. جی و سی و اینا رو نتونستید در بیارید. ام بده یادتون در واقع با هم دیگه یه جورای استراکچر با هم بسته بودیم. از اون معادله ایمپلیسیت هم میشه استفاده کرد به یه نوعی فیدبک لازم فیدبک لیورده شده در واقع یه کمی متفاوته و اگر ملاحظه بکنید در واقع این کار رو ما تو پیپر مختلف برای ربات های کابلی انجام دادیم جایی که هنوز به فرم ایمپلیسیت نه اکسپلیسیت در نیاورده. اما اگر به فرم اکسپلیسیت در آورده باشین سی تونم فرم کریستوفل داشته باشه به لحاظ ادبیاتی ما خیلی راحت میتونیم اینها رو جایگزینی بکنیم. برابری میشود و توی پیپرهای مختلفی رو میتونید اینو ببینید. اما به اصطلاح من ببینم سوال رو پاسخ دادم. اما در واقع یه مقداری به اصطلاح یک کمی متفاوت هست و قابل بیان هست. اما اینجا کاری که ما میکنیم فرض میکنیم مدل رو به دست آوردیم یعنی فصل 5 رو انجام دادیم مدل دینامیکی در اومده و از همون ماتریس های ام و سی و جی داریم استفاده میکنیم. چرا اسمشو میذاریم ام هت؟ برای اینکه نه اینکه اممون غلطه یا وریفای نشده، نه، ام تابعی از پارامترهای استاتیکی سیستم هست. مومان اینرسی میخواد، پارامترهای دینامیکی میخواد و این پارامترهای دینامیکی و استاتیکی رو ما یه به اصطلاح مقادیر نامی اونها رو داریم تا به این ترتیب انجام بدیم. جواب پاسخت رو اگر گرفتی من ببینم، اگر سوالی باقی نمونده ادامه بدم که به این ترتیب کار رو دنبال بکنیم. خب با توجه به این ساختاری که من اینجا بیان کردم و معادلات که نوشتیم، این معادله 16 خلاصه مبنایی میشه برای که ما بریم پیش بریم جلوتر. ولی توجه کنید من دوباره بگم خیلی خیلی روش پایه و اساسی، نه که بگم خیلی روش عالیه بهتر از این نیست، نه، این یه چیزی دیگه ابزاری که ما روش ابزار دیگه رو میتونیم سوار کنیم. از این بودتون کاری دیگه رو انجام بدیم. چی کار بکنیم؟ من فرض کنید اگه ام و ام حد نباشه دو تا اپروچ داشته. فرض کنید ام و ام حد برابر نباشه، ام دیزاید اونم صفر نباشه و این معادله، خب این معادله هنوز خطای ماندگار داره، هنوز به شکل خوب به سمت صفر میل نکرد. دو تا اپروچ وجود داره که این کار بکنیم. یه اپروچ اینه که یه کاری کنیم ام و ام حد و سی و سی حد و جی و جی حدمون به سمت صفر بره. این خیلی مورد توجه علی آقا میتونه باشه. اگر ما امو از خصوصیت لینیر ریگرشن استفاده بکنیم، امو سی و جی رو به صورت به اصطلاح ریگرشن بنویسید به صورت
پارامتری به شکل یک معادله تطبیقی بنویسیم، میتونیم از روش کنترل تطبیقی استفاده کنیم. به مرور این ام رو به ام حتمون ام نشده، ولی با استفاده از فیدبک ام و ام حتم هم نزدیک بکنیم و سمت صفر ببریم. میشه یه بخشی از کنترلر ما که کنترلر تطبیقی ما خواهد. یا اینکه یه کار دیگه بکنیم، یا بگیم نه اصلا تطبیق نمیدیم، حالا چون تطبیقی های مشکلاتی داره، سختی های در پیاده سازی داره که حالا در عمل اون رو خواهید دید توی پروژتون برای این رو کاملا تست میکنه، چون ما اینا رو بیان میکنیم توی درس. یه من روش مقاوم استفاده کنه. روش مقاوم میگه من امام حتی دارم، کاملا خطا رو میدونم چجوریه و خب صحبت بچه که درس غیر خطی رو داشتن، بخش مقاوم غیر خطی رو داشتن، میگه من در واقع با توجه به اختلافی که بین امام هر از یه نیروی محکمی رو، یه ضربه محکمی بهش میدم، ترم روباستیفای میزنم که این ترم روباست رو از بین ببره و این به اصطلاح خطاهایی که اینجا وجود دارن رو به سمت صفر بکنه. اینها هم کاملا بر اساس لیاپروفیش هست و اینها رو میتونیم انجام بدیم. من قبل که ادامه بدم، با تجربه که کاره که میکنم همشون سیستم های کنترل غیر خطی سوار میشه و من ناچاریم، چون به هر حال چند یه بخشی رو به این به اصطلاح بذاریم و این رو بیان بکنیم که به نظر میاد که جاشم همینجا باشه. شاید بشه گفتش که من این وقت چاره اینجا خواهم هر دو خواهم رو باست بگیم رو خواهم بگیم رو خواهم بگیم رو خواهم خوبی انجام بدن و دنبال بکنن. اگه چیزی از بازی بعدی بیان بکنن تو بریک بگیم، بعد از اون همین غیر خطی رو یه دیگه خواهیم کرد و بر اساس اون پیشی رو بگیم موافق باشید به این تدبیر این کار رو انجام بدیم. خب محمد جواد به من پیام داده که یه مقداری صدا قطع و وصل میشه، تو کنترل داشتیم بله، برای من هم نداره صدا. من مجدد صحبت میکنم، ممکن از اینترنت من باشه چون من از اینترنت ثابت دارم استفاده میکنم، قبلا همش از اینترنت موبایل استفاده میکنم. اگر همچنان مشکل صدا وجود داره به من بگید که من اینترنت رو هم تغییر بدم. اگه اجازه بدید بخش بعدی رو هم من بگم، تحمل کنید، بعد یه بریک میدم اینها رو مرتب بکنیم، بعد از بریک رو میتونیم به این شکل انجام بدیم. صدا الان در چه وضعیتی است؟ صدای من خوب دارید بچه ها؟ خب من ادامه میدم بعد از بریکمون در واقع تحمل میدم. اجازه بدید ما اینجا من مفهومی که لازم داریم توی لیاپروف رو بیان میکنم برای بچه‌هایی که خب آشنا هستن. خیلی خیلی جذابه، یکی کاربرد خیلی خوب برای بچه‌ها که آشنا هستن بلافاصله بحث رو ممکن بود معادله دینامیکی رو در آوردیم ولی هنوز رو سی خیلی اطمینان نداره. رو جیش باید اطمینان داشته باشیم. این جی خیلی مناسبه، هیچ مسئله نداشت. یادتون هست ام رو از انرژی جنبشی در می آوردیم، مناسب هست. جی رو از انرژی در واقع پتانسیل در می آوردیم. من بیشتر رو جی حتی اگه ام رو هم خیلی 100% ندونیم، یه حالت رو میام میگم یه تیفی داریم دیگه. پارشال فیدبک نیرودش یعنی همه چی رو فیدبک نکنیم، اونقدری رو که بهش اطمینان داریم فیدبک بکنیم. ببینیم چه اتفاقی توی معادلات میفته و چه خواهد شد. و
اینجا از خصوصیات، باز اینجا از کریستوفل، از خصوصیاتی که تو معادلات دینامیک صحبت کردیم استفاده. مهمترین خصوصیاتی که داشتیم خصوصیت اسکوسیمتریسیتی بود که امداد نایدوسی مساوی با صفر بود برای معادلات، یا حتی اقل برای سی خاص یا اکس ترانسپوز، اکس دات ترانسپوز، امداد نایدوسی اکس دات مساوی با صفر خواهد بود برای هر سی که داشته باشیم. ما از این ویژگی میخوام استفاده بکنیم و بگیم اصلا سی رو توی فیدبک دریافت، هم ترماش خیلی زیاد و شلوغ، هم کامپیوتشنالی خیلی اینتنس، چی رو از دست میدیم، ما یه چیزی از دست میدیم و چه تردیم کارش. من میگم بگم که ساده ترین حالتی که اسمش فیدبک نریلیشن باشه، آی بی سی باشه، ولی پارشون باشه، اینه که با درم جی رو فیدبک بگیریم و بقیه ترها رو روش خیلی باید باشه توضیح من رو صحبت هم بکنم دوستی رو از اون باشه که دوستی بسید دست. من میگم که من فیدبک فید فورواری بیدی رو در زن بگیرم، ولی فیدبک نرزشن من فقط ترمیتی باشه، دوستی رو بذارم کرا، اکساد رو بذارم کرا، همین رو بذارم کرا. اگه داشتید این رو داشتید که من اضافه کنید بهتر میشه، ولی جی رو نمیتونیم صرف نظر کنیم و فرض میکنیم اگر جی رو حرص نکنیم، این همون پیدی به اضافه جی هست که اگر یادتون باشه تو به سال قبلی که میزدیم اینو کاملا میدیدیم که به چه ترتیبی میشون. به قبل از اینکه وارد بحث کنترل بشیم، فیدبکی که بستیم برای استوارد گو پلتفرم یه پیدی بود به اضافه کامپنسیشن گرابیتی کامپنسیشن، دیگه نمیگیم فیدبک نیزدنیشیت اینجا gravity compensation in term compensation، همون feedback neutralization، یعنی پاک کردن ترمای غیر خطی. اینجا سوالی ندارید، خواهش میکنم صدا رو هم به من بگید اگر مشکلی بود. خب حالا اگر به این ترتیب عمل بکنیم، فقط این دوتا معادله رو بذاریم ببینیم چه خواهد شد. معادله که ما به دست میاریم این معادله هست، یعنی اینجا معادله feedback رو قبلا نوشتیم، ولی دیگه الان این ترم یه صحت، یه سی ایکس داتی توش باقی مونده، یه ام ایکس داتی توش باقی مونده، اصلا حذف نشده. ببینیم چه اثری تو معادلات داره، اثری که تو معادلات داره با میتونیم بیام پایداری سیستم رو بررسی بکنیم. آیا اگر ما پایداری سیستم یه حرفی ثابتی بهش بدیم، این پایدار میمونه و به سمت خطر قانونگاه رو به سمت صفر میل میکنه یا خیر؟ برای برای که این کار انجام بدیم، فرض میکنیم یه ورودی بهش میدیم که این ورودی اکسداتش صفر بشه، اکسدات دیزایر صفر بشه، مثلا ورده پله باشه، یه چیزی که بشه خطای ماندگار رو برش، اگه خودش نوسان بکنه خطای ماندگار نمیتونه. و کاری که میکنیم کار لیاپوروفه که حالا من اینجا توضیح میدم و بعد یکمی مقدمات بعدیش رو میتونم روی داستان قرار بدم. فکر میکنم همینجا هم بتونیم متوقف بشیم، یک کمی لیاپوروف بگیم و بعد دوباره برگردیم و این حالت رو بیان کنیم. من با استفاده از قضیه لیاپوروف میتونم این کار رو اکستند بکنم و ببینم که به چه ترتیبی کار پیش میره. اگر موافق باشید یک کمی زودتر امروز بریک رو انجام میدیم، یه 5 دقیقه تا 8:25 در واقع خدمت شما خواهیم بود که برگردیم و کار رو ببینیم. مشکلی ندارید؟ من صدا رو درست میکنم و اینم نشان را امیدوارم انجام بشه. امیدوارم که مسئله صدا حل بشه که بتونیم بهتر کار دنبال بکنیم. اگر اوکی هست من ادامه بدم. اگه اجازه بدید من با اپندیکس 30 کتاب ادامه میدم که خیلی سریع در حد وقت باقی مونده که تو این کلاس داریم ریویو بکنیم از کنترل غیر خطی و کاری که توی کنترل غیر خطی باید انجام بشه. البته حتما مراجعه بکنید، من مطالب من به درس غیر خطی من از توی سایت، اگر مراجعه بکنید همونجوری که کتاب رو در بخش پارالل ربات رو داریم، یه درس کامل کنترل غیر خطی هست که به صورت مفصل من اونو بیان میکنم. نمیخوام جایگزین اون حرفا داشته باشیم، ولی انقدری که هم حوصله بچه‌ای که درس رو گذروندن سر نره و هم در واقع شما آشنای بچه‌ای که نداشتن یا آشنا نبودن بتونن باهاش
یه ریویوی داشته باشم و ببینم. من خواهش میکنم مطالعه بیشتری که تو این زمینه لازم هست انجام بده. خب در رابطه با اگر همچنان صدای من خوب هست من ادامه میدم. در واقع اینجا یک ریویوی به بخش غیر خطی انجام میدیم. اول با سیستم‌های دینامیکی آشنا میشیم. ما سیستم‌های دینامیکی رو به صورت مالتی وریبل به شکل بورد، به شکل با وجود یک بورد داره معادلات حالت به شکل کلی اکستاد مسته با اف ایکس و یو می‌نویسیم. توی روباتیک اینا معمولا درجه دو این استبل داد به اضافه سه اکستاد به اضافه ایکس هست، اما توی غیر خطی ما اینا رو به صورت معادلات حالت می‌نویسیم. با توجه به اینکه ام ما عملا مثبت و معین هست، ما میتونیم یه ام منهای یک در معادلات ضرب بکنیم، ایکس دبل دات رو بر حسب توابع بنویسیم و وقتی ایکس دبل دات رو داشته باشیم، ایکس دات رو هم به این معادله، به این فرم کلی سی یک میتونیم بنویسیم. اگر این فرم اکسپلیسیت حالت بتونیم استخراج بکنیم توی معادلات، این ایکس ما متغیر حالت ما خواهد بود و اف ما تابع هستش که به تابع چند متغیر هست که تو ریاضیات به اون آر ام با آر ان هست، بهش وکتور فیلد گفته میشه. ویژگی های مربوط به یک فیلد رو در واقع داره. خب من عرض کردم که ما با اکستاد مصبب با اف اکس و یوش کار میکنیم که فاز حالت هست و این وکتور فیلد ما اف ما به شکل وکتور فیلد دیده میشه. این اکس داد که تابعی از اکس و یو هست، ما معمولا توی تحلیل پایداری یو رو بهش دادیم و کنترل، مثلا مثل کنترل فیدبک نیورالیزیشن یا فید فوروارد یا پارشال فیدبک نیورالیزیشن، یو تعریف شده و ما با اکس داد مثل با اف ایکس کار داریم و میخوام این رو تحلیل بکنیم. در واقع توجه کنید که اگر یو بر حسب به صورت غیر خطی بر حسب اکس داده شده باشه و ما توی این یو رو قرار بدیم، اکستاتمون مصابق با اف ایکس هست و این اکستات مصابق با اف ایکس مبنای تحلیل سیستم خواهد. کاری که میکنیم ما در واقع توجه کنیم تحلیل پایداری داریم و تحلیل کارایی و عمل کرد داریم. عمل کرد یعنی که ما ببینیم خطای ماندگارمون چی میشه، نمیدونم فلان به چه ترتیبی خواهد بود، ولی پایداری ترانزینتمون چقدر، اوورشوت داریم نداریم، فورتامون چیه، خیلی حرفایی توی کارهایی میتونیم بزنیم. اما پایداری شرط اصلی کار ما هست و پایداری رو ما به گونه ای تعریف میکنیم که اینجا توی سیستم غیر خطی ابتدا اجازه بدید تعریف کنم. شما پایداری آشنا هستید اما با تعریف پایداری باید آشنا بشید. توجه کنید برای سیستم غیر خطی ما برای که بتونیم پایداری رو تعریف بکنیم، چون رفتار سیستم تو جاهای مختلف ممکنه متفاوت باشه، ابتدا باید بگیم کل کدوم نقطه پایداری مد نظره. اون نقطه‌ای که ما مد نظرمون هست به عنوان اکویلیبریم پوینت یا نقطه تعادل مد نظر میشه. جایی باید باشه که سیستم در واقع به حالت ماندگار به اونجا خواهد رسید. تعریف میکنیم اکویلیبریم پوینت رو نقطه‌ای که x داتش صفر بشه، تغییرات x صفر بشه، یعنی جایی که f صفر صفر هست اون رو نقطه اکویلیبریم پوینت معرفی میکنیم. اما توجه به اینکه این F یه تابع غیر خطی مالتی وریبل هست، اگر سوالی بود خواهش میکنم بنویسید، من مراجعه میکنم ببینم به چه ترتیبی هست. با توجه به اینکه این مالتی وریبل هست، این F ممکنه اصلا نقطه تعادل نداشته باشه، یعنی Fx همون مثلا با صفر هیچ پاسخ نداشته باشه، ممکنه یه دونه پاسخ داشته باشه وقتی کوبیرم پوینتمون واحد هست، ولی معمولا توی سیستم های غیر خطی این اف ایکس چندین پاسخ داره و ما چندین نقطه کوبیرم پوینت داریم. این که اگه میخوایم پایداری تعریف بکنیم باید بگیم پایداری حول کدوم نقطه، که اینجا در واقع توی ادبیات غیر خطی میگم پایداری نقطه تعادل، خود نقطه تعادل پایدار هست یا نه. این پایداری نقطه تعادل به این شکل تعریف میشه با تعبیر لیاپونوف، البته چهار پایداری وجود داره، اون که بیشتر مرسوم هست بعدش استفاده میشه، پایداری به با سنس لیاپونوف هست که اینجا دیده میشه. این پایداری به سنس لیاپونوف میگه که فرض کنیم نقطه تعادلی رو داریم، ما اینجا فرض کنیم سیستم ما هست، حالا دو بعدی در نظر بگیریم که
قابل رویت هست، نقطه تعادل داریم. میگه اگر از یه جای نزدیک نقطه تعادل یه شرایط اولیه به سیستم بدیم، پاسخ هم به حول و حوش بمونه، نمیگه حتما همگرا بشه، همین حول و حوش بمونه، واگرا نشه. پایداری به سنس لیاپولوف یعنی این، میگه عدم واگرایی. میگه اگه شرایط اولیه رو نزدیک x صفر بگیریم، نقطه تعادل بگیریم، نزدیک این نقطه بگیریم، x t در تمام زمانها حول و حوش اینجا با فاصله ی اپسیلون نزدیک x t بمونه. البته توجه کنید اینجا من نقطه تعادل رو فرض کردم توی مبدأ اینو ببینم، یعنی من گفتم x صفر نقطه تعادل توی صفر باشه، ولی ممکنه نقاط تعادل دیگه ای داشته باشه سیستم، مثلا توی صفر داشته باشه، توی یک داشته باشه، جاهای دیگه داشته باشه. ولی که هر کدوم رو بررسی بکنیم یه تغییر مختصات میدیم و میاریم اینو توی مبدأ بدون اینکه هیچ تغییری بده، فقط کافیه با x مثلا فرض کنید نقطه 1 باشه، x منهای 1 رو در نظر میگیریم به عنوان z، دیگه z همون مساوی با 0 میشه و برای ما همیشه نقطه تعادل رو توی مبدأ در نظر میگیریم که ساده ترین کار انجام میشه. پایداری رو وقتی میگیم که واگرا نشه طبق تعریف، برای اگه هلوهوش این هستیم، هلوهوش این باقی بمونیم. پایداری مجانبی رو تعریف میکنیم asymptotic stability، نه فقط هلوهوش این باقی بمونیم، بلکه در بی نهایت وقتی تی به سمت بی نهایت میره، این پاسخمون به سمت این کاملا چکار کنه، میل کنه، یا حد تابمون خود x صفر باشه. که گفتیم صفر به خاطر اینکه نقطه تعادل تو مبدا در نظر گرفتیم، میگه x صفر اگر یه حد به اصطلاح شرط اولیه‌مون نزدیک این نقطه باشه، در نقطه بی نهایت نرم خطامون به سمت صفر میل بکنه و بعد کاملا ما به سمت نقطه تعادل بریم. و ناپایدار هم هست اگه است پایدار نباشه، این اگه واگر رو این اگه ما هر چقدر هم نزدیک این نقطه تعادل باشیم و حرکت بکنیم سیستم عبور بکنه، این رو به این نزدیک نشه میشه نقطه تعادل. خیلی مثال سادهش پاندول اگه در نظر بگیریم، پاندول استاده یا پاندول عمودی رو در نظر بگیریم، یا بگیم آونگ بارون، اگر این هیچ کنترلر روش نباشه و ما اینو یه ذره از شرط اولش عبور بکنیم، این میفته. این افتادن این یعنی که دور میشه نقطه تعادل، ما نمیتونیم یه اپسیلون پیدا کنیم که این سیستم در واقع به سمت اینه. خب با تعریف پایداری به این معنا برای توجه کنید، پایداری لیاپولوف یعنی عدم واگرایی، و اون چیزی که تو کنترل خطی، اون پایداری که به درد ما میخوره، پایداری مجانبی هست که توی سیستم ها به این شکل بیان میشه. با این تعبیر پایداری ما خیلی البته سختی که این پایداری رو ما از تعریف استفاده کنیم و باید از قضایای لیاپولوف برای این کار یا از قضایای شبیه لیاپولوف یا کراسوفسکی استفاده کنیم برای این کار. توجه کنید که ما ممکنه این پایداریمون گلوبال باشه، ممکنه لوکال باشه، معمولا لوکاله. اگه چند تا نقطه تعادل داشته باشیم لوکالی ما میتونیم بگیم، به صورت محلی میتونیم بگیم هلوش این نقطه پایداریم، هلوش این نقطه ممکنه ناپایدار بشیم، هلوش این نقطه تعادل ممکنه پایدار باشیم. اگر یه سیستم فقط یه دونه نقطه تعادل داشته باشه، از هر جایی هم حرکت کنه به سمت صفر میل بکنه، پایداری پایداری گلوبال خواهد بود یا فراگیر خواهد بود که این تعبیر پایداری رو بخواهد. یه نوع تعبیر پایداری دیگه مهمه که این رو هم از جو مطرح میکنم که خیلی هم استفاده میکنم. توجه کنید این چیزایی هستش که ما توی روباتیک و توی موازی ازش استفاده میکنیم و فقط همینا رو بیان میکنه. یه حالتی هست توی سیستم که UUV بهش میگیم، یا Uniformly Ultimately Bounded، یعنی پایداری در قالب کراندار بودن معنی پیدا میکنه. البته برای حالتهایی که سیستم متلعب و زمان هست اینجا تعریف شده، ما اینجا حالت ساده رو داریم میبینیم، ولی میگه یه سیستمی اگر تراجکتوریش پاسخ سیستم ایکستی، اگر از یه زمانی به بعد رو در نظر بگیریم با یه شرط اولیه که بهش دادیم، این یونیفورم به آلتیمتلی باونده، میگه که این نه اسمشو نذاریم پایدار یا ناپایدار یا اسیمپتوتیکلی استیبل، بزنیم کراندار بودن. اگر یه مجموعه مثل S رو تعریف بکنیم، این مجموعه هول و نقطه، یعنی یه تعداد نقطه، ممکنه دایره باشه، ممکنه بیضی باشه، هر نقطه که در نظر میگیریم هول باشه، میگه این کراندار، این باوندد، یونیفورم آلتیمتلی باوندد، حالا یونیفورم بودن یک نواخت، آلتیمت بودن یعنی در
زمان بی نهایت داره این اتفاق میفته و عمده خواهد بود. اگر این تراجکتوری ما در زمانهایی که بزرگ میشه با هر یه زمانی به بعد از یه تیه به بعد که در نظر میگیریم به تی سه زمان از یه حدی بزرگ بکنیم، پاسخ توی این منطقه باقی بمونه. تو کدوم منطقه؟ تو اون ستی که تعریف کردیم، یه دایره یا یه بیزی یا یه چیزی که هلوش نقطه تعادل هست تعریف کردیم، این باوندد باقی بمونه. اگه باوندد باقی بمونه، کراندار باقی بمونه، اینم یه نوع دفنیشن سومی از در واقع پایداری بیان میکنیم که این هم مد نظر مانه. برای این توجه کنیم اگه پایدار مجانبی باشه معنیش اینه که خطای ماندگار ما صفر، خیلی عالی. اگه پایدار مجانبی نبود، پایدار معمولی بود یا یونیفرم یا آلتیمیتلی باوندد بود، این خطای ماندگاری صفر نمیشه. در نهایت ایکس تراجکتوریمون به نقطه تعادل صفر میل نمیکنه. اما عملا چیزی که میل خواهد کرد اینه که این هولوهوشه. بنابراین ما میدونیم خطامون، کرانمون چقدر. اگه این کران رو بتونیم در بیاریم، میتونیم بگیم خطای ماندگارمون در واقع توی سیستم به چه تعبیری خواهد بود. من نگاه بکنم ببینم سوالی تا اینجا مطرح نشده. خب حالا اگر با این شکل ما این کار رو انجام بدیم و با این تعابیر پیش بریم، دو تا قضیه اینجا وجود داره. برمان اگر این دو تا قضیه رو بفهمیم و تمرین بکنیم، کاری که بیشتر کاری که ما توی فضای روباتیک میخوام انجام بدیم قابل استخراج خواهد. البته اینو خیلی عمیقه، خیلی حرف و گفتگو داره، ولی واقعیتش ما فقط به اصطلاح یه ریویو داریم میکنه و شما رو قطعا ریفر میکنن که به اطلاعات اصلی مراجعه بکنن. خب پایداری لاپاروف در قالب یک مثال من این رو مطرح میکنم و پیش میبرم. توی پایداری لاپاروف میگه به جای اینکه رو خود ایکس نگاه بکنید و کار بکنید، بیرون تابع انرژی کار بکنید، تابع لیاپانوف کار بکنید. برای اینکه اینو ببینید یه مثال میزنم. یه سیستم غیر خطی در نظر بگیرید که یه جرم و فنری هست که توی این شکل مثلا اینجا جرم و فنر داشت. یه جرم و فنر داره به نیروی داره بهش وارد بکنید، هم فنرش هم به اصطلاح دمپری که داره غیر خطی هستن. این غیر خطی بودن باعث میشه که ما به اصطلاح یه همچین معادله ای رو در معادلاتمون داشته باشیم. اگه فرض کنیم که mx دبل داد به اضافه cx دادش اینجا شده bx داد در x داد به اصطلاح دمپینگ غیر خطی داشته باشیم، به اضافه kx بدون kx به توان 3 kx فنر غیر خطی داشته باشه، جرم یه دمپینگ غیر خطی داشته، یه همچین معادله رو داشته باشه، میخوام ببینیم پایدار هست یا نه، یه فرق داره یا نه. پایداری یعنی چی؟ یعنی که از یه شرط اولی رهاش کنیم، این همون هول و هوش باقی بمونه و در واقع نزدیک صفر باقی بمونه، این واگرا نشه. من کاری که میکنن برای پایداری میگه که به جای اینکه بیایم تراجکتوری رو در واقع معادله رو حل بکنیم که برای معادلات غیر خطی خیلی سخت هست، یه تابع انرژی رو بسازیم. یک تابعی رو تعریف میکنم به نام تابع لیاپانوف. وی این اصل کار ماست بچه ها، خوب توجه کنید. وی رو در نظر بگیریم، ما از انرژی سیستم استفاده میکنیم. لاگرانژ خوندیم، انرژی رو کاملا بلدیم. لاگرانژی هم بود انرژی جنبشی، منهای انرژی پتانسیل، انرژی بودیم که انرژی جنبشی به اضافه انرژی پتانسیل که توی این سیستم یک دوم MV2 چون ساده هست، یک دوم MV2 حالا توی سیستم خیلی بزرگ روباتیک یک دوم X.Transpose MX به اضافه یک دوم انرژی پتانسیل که ما انرژی گرویتی مونه ها تو پتانسیل میدیدیم، اون جی اونو یادتون باشه تو پتانسیل میدیدیم، برای انرژی پتانسیل هم اینجا میبینیم، اینجا خیلی کار اطلاعات به هم مخلوط و نزدیک میشه. تو اینجا اگه فنر داشته باشیم غیر خطی، یک دوم ایکس یک به توان دو، یک کار کاسف ایکس به توان دو بذاره، یک چهار به کار ایکس به توان چهار از انتگرال اف دی وای، ما میتونیم انرژی پتانسیل رو در بیاریم. میگه اینو بذارید مبنای آنالیزتون، یه تابعی که تابع انرژی هست، اسکالر ایکسمون چند متغیره بود، اینجا ایکس یک و ایکس دو داشت، ایکس و ایکس داد داشت اینجا، اما ویمون اسکالر انرژی
خاصیت مثبت بودن و اسکالر بودن رو داره و مثبت معین هم هست. مثبت معینه یعنی به ازای تمام ایکسایی که خواهیم داشت این مثبت خواهد بود در نقطه صفر، مقدارش صفر هست. فقط و فقط در نقطه صفر، اگر ایکس و ایکس دات صفر باشه این مقدارش صفر هست. بله هیچ نقطه دیگه غیر از مبدا این در واقع غیر صفر نخواهد بود، یه انرژی مثبتی خواهد داشت. حالا انرژی سیستم پایداری سیستم رو نشون نمیده، اما توجه کنید که تغییرات انرژی توی سیستم پایداری رو میتونه نشون بده. یعنی اگه ما این سیستم رو حرکت دادیم، اگه این انرژی سیستم اضافه شد، یعنی چیزی داره به این سیستم انرژی تزریق میکنه، این سیستم واگرا میشه. نمیتونیم اثبات بکنیم که همگرا میشه و نمیتونیم اثبات بکنیم که این پایدار، ولی اگر واگرا نشد همگرا شد پایداری سیستم به دست میاد. instability is related to the growth of energy flows. asymptotic stability convergence of total energy to zero. این مفاهیم فیزیکی رو ما استفاده میکنیم و در واقع میام از ویدات استفاده میکنیم به جای ویدی. حالا اگر ویدات رو اینجا استخراج بکنید و به دست بیارید، ملاحظه میکنید که ویدات توی این سیستم این ویمون بود ازش مشتق بگیره، میشه دو برابر ام، این دو میره ام ایکس دات در x دبل دات، اینجا هم دو برابر این دو میره k x در x دات و k x به توان 3 در x دات. اینجا ملاحظه میکنه k x در x دات در x دبل دات داره. علاوه بر اینکه انرژی سیستم به معادلات دینامیکی سیستم کار نداشت، اما اگر مشتق بگیرید v دات در بیاد x دبل دات توش ظاهر میشه به معادلات دینامیکی سیستم، اینجا کار داره، ازش معادلات دینامیکی استخراج میشه. برای اگه ما اینو ساده بکنیم به این فرم بنویسیم x دبل دات به اضافه k x به اضافه k صفر x به اضافه k x به توان 3، معادل دینامیک سیستم تو این دیده میشه. اگه برگردیم معادل رو ببینید، m x دبل دات به اضافه k x به اضافه k x به اضافه b b x دات میشد 3. این سه تا ترم برای تمام پاسخهای سیستم، تمام تراجکتوری های سیستم، تمام معادلاتی که توی معادله صدق میکنن، این سه تا ترم جمعشون مصطبا منهای بی بی ای بی ایکس دار ایکس دار خواهد. بنابراین این سه تا ترم رو جمعش مصطبا منهای بی ایکس دار ایکس دار خواهد بید. و اگر این در ایکس دار ترین برم ضرب بشه، بی داتمون چه منهای بی قرار مطلق ایکس دار به توان 3، یک عدد منفی انرژی بی داتمون منفیه و این یعنی این که انرژی داره از سیستم تخلیه میشه. وقتی سیستم انرژیشو داره تخلیه میکنه، داره سمت صفر میره، تراجکتوریاش هم چی میشه؟ همشون همگرا میشن و سیستم پایدار خواهد بود. اگر ویداد کاملا به سمت صفر بره، البته توجه کنید که این پوزیتیو دفینیت نیست، این در واقع پوزیتیو سمی دفینیت هست. سمی دفنیت یعنی چی؟ موقع پازیتیف دفنیت بود که به ازای همه ایکس های مقدارش صفر ایکس مصبب و صفر، تابع ویدات تابعی از ایکس داته، تابعی از ایکس نیست متاسفانه. درسته منفی شد خیلی خوب بود، تابعی از ایکس نیست. یعنی یه جاهایی وجود داره که ایکس همون صفر نیست، ایکس داتمون صفر و ایکس همون صفر، مثلا توی یک دو سه و غیره، و ویداتمون در واقع توی اون نقطه مصبب و صفره. شرط پازیتیو دفنیت این بود که همه جا مثبت باشه یا منفی باشه، فقط و فقط تو نقطه مبدا صفر باشه. ولی اینجا علاوه بر نقطه مبدا توی خطی که از مبدا میگذره این مقدارش مساوی با صفر خواهد بود. از این خصوصیت ما میتونیم استفاده کنیم، حالا از طبق دو قضیه که لیاپونوف به ما میده و لاسان به ما میده، اثبات پایداری توی سیستم داشته باشیم. که اگر اجازه بدید من اینجا رو از این ایده استفاده میکنم، یا میگم که منفی بودن ویدات رو ارزیابی بکنید و ببینید به چه ترتیبی خواهد. اینجا دفنیت رو پوزیتیو دفنیت رو تعریف میکنم که فقط تو نقطه صفر صفر بشه و جاهای دیگه صفر نشه، و در واقع همچنین اینا رو به عنوان یه لیاپونوف فانکشن کندیدیت تعریف میکنم، یه تابعی که خودش مثبت باشه و مشتق اولش منفی باشه، این رو با عنوان یه تابع لیاپونوف میتونید به دست بیارید. تابع لیاپونوف چجوری اثبات میشه و به چه ترتیبی قضیه همون به چه ترتیبی انجام میشه؟ قضیه اصلا اینه که یه سیستم داریم x دات با سه بالا x
فرض بکنیم مبدا x مساوی با صفر تو گرام پوینتش باشه، میخوام اینو نگاه بکنیم. یه تابع لیاپونوفی رو، یه کنتابع لیاپونوفی رو نامزد بکن، مثبت و معین باشه، v مثبت و معین باشه، همه جا لازم نیست قول باشه مبدا، یه تابع مثبت و معین رو در نظر بگیر. اگه این تابع مثبت و معین مشتقش منفی باشه کاملا توی سر منفی معین باشه، اگه کاملا منفی معین باشه ویداتش کاملا منفی باشه، اسمتاد اکس رو بوده استیبل، یعنی پایداری داره، پایداری از نوع مجانبی به سمت سر. اگه سمی دفنت باشه یعنی منفی باشه ولی یه جاهایی هم صفر باشه پایداره، ولی پایدار چی بود؟ یعنی واگرا نمیشه، همگرا به سمت صفر هم نمیشه. خلاصش اینه، یه وی بگی مثبت معین باشه، یه وی بگی در نقطه صفر صفر باشه، همه جا غیر از نقطه صفر مثبت معین باشه، ویدات اگه ویدات منفی معین بود عالیه، پایداره، اون از جنس مجانبیه. اگه منفی بود، منفی نیمه معین بود، یه جای صفر میشد ولی منفی میشد، پایدار. اگه نبود چی؟ اگه ایندفینیت بود چی؟ اگه یه جای منفی میشد یه جای مثبت میشد چی میشه؟ چیکار باید بکنی؟ یه جای مثبت بود یه جای منفی بود، این معنیش اینه که نمیدونیم، یا سیستم میتونه پایدار باشه میتونه ناپایدار، نه ناپایداری رو به ما نمیده، فقط و فقط پایداری رو به ما میده. اگر کاملا منفی معین بود پایداری مجانبی، اگر نیمه معین بود پایدار. به این ترتیب ما میتونیم این رو به این شکل اثبات بکنیم و به دست بیاریم. توجه کنید که اثبات تابع لیاپونوف برخلاف مثالی که من دادم از انرژی و اینا استفاده میکردیم، وقتی به انرژی نداره از لیاپونوف صرف سا استفاده میکنه. بحث خیلی عمیق اینجا وجود داره که اشارات درس غیر خطی اون بچه هایی که گذروندن که امیدوارم لذت برده باشن استفاده کرده باشن، اونایی هم که نگذروندن من توصیه میکنم درس غیر خطی رو به عنوان درس پایه‌ای حتما بگیرن و مطالب رو به این مختصر من بسنده نکنه. ولی در واقع آخرین قضیه که ما میتونیم بگیم، حالا بحث گلوبالیتیش هم فقط یه شرط اضافه میشه که یه ایکس ما همه جا مثبت باشه، وقتی کمی داریم فقط چند دقیقه اجازه بدید من آخرین قضیه این فصل رو هم بیان بکنم که یوبی استبیلیتی ما هست. و یوبی استبیلیتی اگر سوالی نیست، اگر بعضی جا مثبت بعضی جا منفی باشه، نه خیر، نه محمد سینا میگه که یه جا مثبت یه جا منفی باشه، یه جا مثبت یه جا منفی، نه از یه داخل میگه بعد بگردی هول و هوش یه جایی پیدا بکنی که همه جا منفی باشه، اگه نبود نمیتونی بگی پایداره، نمیتونی بگی ناپایداره. این یعنی این کانکلوسی رو بعد بگردی یه تابع لیاپونوف جدید پیدا بکنی، یه منطقه جدید پیدا بکنی که این شرایط که اینجا گفتم برقرار باشه. نگاه کنید، شرایط اینه، ویدات یا منفی کاملا معین که دیگه عالیه که خیلی بعیده اینو بتونه پیدا کنید، یا منفی نیمه معین، من صفر باشه منفی باشه ولی هیچ جا مثبت نشه، ولی اگه یه نقطه غیر از این نقطه ها مثبت بود دیگه نمیتونه پایداری رو یا ناپایداری رو در موقع براش بیان بکنه. قضیه لیاپونوف قضیه یک طرفه و در واقع شرط لازم و کافی نیست، فقط شرط لازمه که میبینید که به این ترتیب به دست میاد. قضیه آخر ما که قضیه یوبی استبیلیتیه، میگه حالا اگر اتفاقی که افتاد و به این ترتیب انجام شد، البته دو تا قضیه داره، من قضیه بعدی رو میذارم برای جلسه آینده. به اصطلاح میگه که یوبی استبیلیتی چی میگه؟ میگه که فرض بکن که وی رو ما تا یه جاهای این خیلی خیلی قضیه کاربردی و بسیار بسیار قضیه خوبیه. قضیه اینه، میگه فرض که یه نقطه تعادل داشته باشیم، یه منطقه دی رو هم در نظر بگیریم که تو اون تابع ویمون کاملا مثبت و معینه و مشتق پذیر هم هست، یه منطقه قلوش دیگه، اما این منطقه که گرفتیم توش یه مجموعه اس به وجود میاد، اس تابعی از سی میتونه باشه،
که اگه سی بزرگتر از صفر باشه، تابع دیاپونوف اون کاملا بر اساس دیاپونوف سرفس وی مساوی با سی، یه عدد مثبتیه و اینها کاملا توی این منطقه همه جا مثبت بود. حالا یه جایی مثلا وی بزرگتر یک، یه جایی وی بزرگتر دو، یه جایی وی بزرگتر سه، یه سی داریم، یه مقدار ثابت سی داریم که اینها در واقع اس سی داریم. حالا اگر ویدات ما منفی باشه، ممکنه این سوال ما هم از اینا که صحبت کردیم داخل نزدیک صفر که میشه یه جای مثبت بشه یه جای منفی بشه، ما اینجا نمیدونیم. ولی از یه جای به بعد ما میبینیم همیشه چیه؟ همیشه منفیه. آوتساید است، یعنی ما یه منطقه هولوش مقطع رو در نظر بگیریم، داخل این ایندفینیته بذاریمش کنار، ولی خارج این همواره منفیه. یعنی به جای اینکه مبدا رو بگیریم، مبدا رو کمی بزرگ بکنیم، بگیم که این منطقه S یا این مجموعه S خارج از این در واقع ویداتمون منفی منفی معین و منفی معین. این معنیش اینه که تراجکتوری که بیرون اینه حتما به داخل این منطقه قرار میگیره، ممکنه به سمت صفر میل نکنه چون ما این داخل نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی از این خارج هم نمیشه، واگرا نمیشه. چرا؟ چون خارج از این منطقه داره حتما به سمت این منطقه میل میکنه و به سمت مبدا میل میکنه. بنابراین به این ترتیب این پایداری از جنس یویوبی خواهد بود، یونیفورم دی التیمیتلی باوندد، و منطقه اس ما هم کاملا تعریف میشه که به این ترتیب قابل بیان خواهد بود. اگه اینجا بدید من اینجا توقف میکنم. برای بچه هایی که یه قضیه دیگه باز باقی مون از این کاسوفسکی لاسا، ولی من فکر کنم این دو تا قضیه یه نادر روش بیشتر مطالعه داشته باشن. جلسه آینده این کار رو بیان خواهم کرد و به همین ترتیب وارد باز پارشال دیفرنشیال پارشال فیدبک میلیزیشن و موارد بعدی میشه. من از شما خواهش میکنم که موارد مربوط به مباحث رو ترغیب بکنید که ما جلسه آینده بتونیم اصطلاح انجام بدیم. بله علی آقا یه سوالی داره. علی آقا سوالی که داره اینه که توی دینامیک مستقیم که با اودی پون حل میکنیم و گشتاور میدهیم و مسیر میگیریم، این حل 100% دقیق هست یا چون عددی حل میشه خطا داره؟ منظورم این هست که اگر با عدم بخواییم وریفای کنیم یا باید 100% رو هم بیفتد نموداراشون یا خیلی خوب. سوال خیلی خوبیه، خونشون میده که به اصطلاح کار پیش رفته. البته بچه هایی که کلاس دارن، ما دیگه چون ساعت 9 شده میتونن ترک کنن، ولی بچه هایی که ندارن گیجز بدین، ما چند دقیقه صحبتمون ادامه میدیم. طبق برنامه هم که داشتیم بعد از کلاس برنامه به اصطلاح ساعت پذیرش دانشجوی من آغاز میشه که من اسکایپ رو باز خواهم کرد و توی اسکایپ احیانا اگه کسی سوال داره میتونه ادامه بده. ولی این جواب رو بدم خدمتتون، ODE 15 همینجوری که میدونید یه درصد خطایی به ما میده، یعنی اصلا 15 24 32، نمیدونم هم روشی که توی عددی داریم کار میکنیم، یه درصد خطا داره، یه خطا قابل تنظیم هست. اگه دیفالت بدید در واقع منهای 3 هست خطاش، ولی اگه دیفالت این بود در واقع منهای 8 منهای 6 هرچی خواستید این رو تنظیم بکنید. این منظورش اینه که دقت انقدر این ایتریت میکنه تا دقت پاسختون از 10 به منهای 3 کمتر میشه. بنابراین از هر روش عددی که حل بکنید یه مقداری خطا داره. حتی ادمز، یعنی ادمزتون هم اینجوری فکر نکنید که اونجا هم در واقع 100% داره درست انجام میده، اما خطاها در اردرهای کوچیکه. اگر شما وریفای میکنید ببینید که 100% با هم نمیفتید چه اشکالی نداره، خطاهاشو بکشید. اگه خطاها در حد مثلا فرض بکنید که چه میدونم در واقع منهای 1 منهای 2، این یعنی خطا قابل توجه و یه اختلافاتی وجود داره. ولی اگر اینجور نیست، در حد در واقع منهای 3 یا کمتر هست، با تنظیم پارامترهای ODE میتونید این خطا رو بهترش هم بکنید. اگر اجازه بدید بچه‌ها من سشن رو قطع میکنم. جلسه بعدمون سه‌شنبه سر جای خودش. امروز ددلاین تکلیف‌های شما و هفته بعد ددلاین پروژه شما خواهد بود. انشالله پنجشنبه هفته بعدترش هم ما آزمون رو در خدمت شما خواهیم داشت.
خواهش میکنم که مطالب رو مطابق زمان پیش برید و سوالاتی که باقی مونده از من بپرسید. من اینجا هستم که جوابگو باشم. آرزوی توفیق دارم بچه ها. اگر مشکلی نیست شما رو همه رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز سه‌شنبه. موفق باشید.